الله الله والحمد لله يا الله سبحان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین به لطف خداوند تعالی وارد میشیم در جلسه هشتم کتاب شریف کافی که هنوز در بحث مقدمه هستیم سخن در این بود که انسان عقلا و شرعا واجب است که برود اعمالش رو یاد بگیره که بتونه یقینا از خودش دفاع بکنه و بگه من حق رو انجام دادم و این نمیشه جز به این که اطاعت صاحبان معجزات و معصومان علیه السلام رو انجام بده کیلا یکونو ممن من و الله فقال تبارک و تعالی فرمودن شرط خداوند تبارک و تعالی با انسانها و بندگان این است که از روی علم و بصیرت و یقین و تعلیم و تعلم و آموزش مطالب انبیا معصومان علیه السلام قدم بردارن تا اینکه از کسانی نباشند که خدای تبارک و تعالی ایشان را این گونه وصف کرده است که و من الناس من یعبد الله علی حرفن یه عده از مردم هستند که خدا را عبادت میکنند بر حرفی فین اصابه و خیرون اطمئن بهی و این اصابت و فتنتون انقلب علا وجهه اگه خیر و اون که آرزو دارن بهش رسیدن میگن به عجب کاری کردیم در حالی که ممکنه چیه؟ همین مورد قذب خدا باشه و این اصابت و فتنتون و اگر اومد یک گرفتاری براش پیش اومد بهش رسید یک فتنه و گرفتاری انقلب علا وجهه رو بر میگردونه چه بس و البته در همین خیرش باشه علی حال ما به خیر و شرش فعلا کار نداریم خلاصه اینه که بیاد بدون علم عمل بکنه این مورد مذمت خدا واقع شده خسرت دنیا و آخره این چون این آدمی خسران دنیا و آخرت شامل حال شده ذالکه هو الخسران المبین این از خسران آشکار که انسان چیه دنیا و آخرتش از دست داده باشه لانه کان داخلا فی غیر علم ولا یقین چرا خدا این چون آدمی رو مذمت کرده چون اومده داخل در عمل شده بدون اینکه علم و یقینی داشته باشه بر اساس افکار و اندیشه های باطل و نادرست و تخیلات و حرف فلاسفه و عرفا و صوفیه و این یکی و اون یکی که ادعای علم و مذهب و دین و قانونگذاری دارن اومده وارد عمل شده فلذالک سار خروج و غیر علم ولا یقین لذا این چیه از دین و از عمل و از هر چی که در آرزو شده باید بهش میرسه در واقع عقلا چه بدون علم و بدون یقین خارج شده است و خودش هم متوجه نیست و قد قال للعالم علیه السلام در حالی که امام معصوم در مورد چین کسی که بدون علم و آگاهی بیاد وارد بشه بعدش هم به یک بادی اومده به یک باد دیگه هم میره و همون جور که بدون علم و آگاهی پذیرفته این روش را بدون علم و آگاهی هم چیه؟ از دین خارج میشه لذا از اون اول باید بر اساس حجت و برهان و یقین وارد دین بشود لذا امام معصوم میفرمان من دخل فی ایمان به علم ثبت فیه و نفعه ایمانو من دخل فی الایمان به علم ثبت فی کسی که داخل در ایمان شود با علم و آگاهی و یقین در اون ثابت خواهد مان و نفعه ایمانو ایمانش هم بهش نفع خواهد رسان و من دخل فیه به غیر علم ولی کسی که داخل در ایمان شود بدون علم و آگاهی و تفقه خرج منه کما دخل فی همون جور که بی هوا و بدون فهم و شعور و درک و یقین وارد شد همون جورم از دین خارج خواهد شد و قال علیه السلام من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله زالت الجبال قبل ان یزول فرمودن کسی که دینش را بگیرد از کتاب خدا که پر است از براهین عقلانی و مضافن بر اون به دست کسی این کتاب به شما رسیده است که او سر تا پا برهان و استلال برای حجیتش قائم شده است معجزه آورده است و همچنین سنت پیغمبر صلوات الله علیه و, علی و آله اگر کسی بر اساس کتاب و سنت وارد دین شود زالت الجبال قبل ان یزول کوه ها از بین میرن قبل از اینکه این از بین برود یعنی این کوه استوارتر و محکمتر خواهد بود و من اخذ دینه من افواه رجال ردت الرجال ولی اگر نه دینش را از کسانی گرفت که حرف میزنند مذهب و مکتب درست میکنند فلسفه میبافند و معصوم نیستند و قول معصوم رو هم برای شما چیه تفقه نمی و به شما بگن همون جور که این آدم ها او رو به دین وارد کرده فردا هم چی از دین خارج می کنن. فردا نظر جدید میده بر خلاف قرآن و اهل بیت علیه و دین که هیچ گاچیه حرفش رو از روی فکر و اندیشه و تخیلات باطل و قابل تغییر خودش نمیگوید. و قال علیه السلام من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکبل فتن فرمودند کسی که امر ما از قرآن را نشناسد این از فتنه ها در امان نخواهد بود یعنی چی؟ یعنی کسی که بر اساس قرآن و استدلال و برهان متوجه نشده باشه و کسی که نداند که قرآن ولایت ما اطاعت ما را واجب کرده است بعد ما را مثل بقیه حساب میکنه به جای اینکه بیاد دنبال ما میده دنبال بقیه و در فتنه ها و فسادها مزمحل میشه و دنیا و آخرت رو برباد میده ولی کسی که امر ما از قرآن را که همون وجوب اطاعت از شناخت دیگه دست از ما بر نمیداره و راه های باطل رو و نمیره پشت سر کسان دیگه راه نمیفته و لحاظ العله این بثقت علا اهل دهرنا بسوق حاضر ادیان الفاسده لذا میبینیم که چیه سرازیر شده است ریزش کرده است بر اهل دهر ما چه سرازیری این دین ها که همه فاسدن هر کسی برای خود یه امامی انتخاب کرده هر کسی برای خود رهبری انتخاب کرده یک مذهبی یک نمیده آینی قانینی حاکمی دولتی برای خودش انتخاب کرده اینجوری میشه ول مذاهب المستشنعه و این مذاهب و روش های گوناگونی که انسان از آنها اصلا متنفره اصلا خودش پلیده خودش مورد انکاره اینها چیه قبیحن در این حال چیه مردم دنبال اینها رفتن التی قد استوفت شرایط الکفر و شیر کلها که وقتی نگاه می میبینی سر تا پای معارف و عقاید و روش ها و احکامشون چیه همه کفر و شرک و الحاد رو فرا گرفته تمام مبانی کفر و شرک و الهاد درش پیدا شده و ذالکه به توفیق الله تعالی و خیلانه. البته باید خدا انسان رو کمک کنه خدا توفیق میده به انسان عقل میده پیغمبر میفرسته هدایتش میکنه که بیاد به طرف خدا و اما اگر کسی آمد عقل را و پیغمبر را توجهی کرد او دیگه مورد خزلان و خاری از طرف خدا واقع شده به اختیار خودش به طرف گمراهی رفته فمن اراد الله توفیقه و ایکون ایمان و ثابتا مستقرن لذا اون کسانی رو که خدا توفیقشون رو میخواد به عقل و به شریعت و به تمسک به انبیا پیوستن و اینکه ایمانشون رو خدا اینها را چیه؟ خدا خواسته باشد هدایت بشن موفق بشن و ایمانشان ثابت مستقر باشه سبب له الاسباب خدا اسباب رو براش چه فراهم میکند که التی تعدیه الى ان یعخود دینه من کتاب الله و سنته تا اینکه این عقلش و شعورش و درکش و مواجهش با انبیا یا علمایی که او را میرسانند به این مطلب که بیاد دینش را از کتاب خدا و سنت پیغمبر بگیرد به این راه میفته به علم و یقین و بصیرت که نتیجتا دینی رو که انتخاب کرده با علم و یقین و بصیرت خواهد بود برخلاف کسی که عقل و تمسک انبیا رو زیر پا گذاشته و مورد خزلان الهی واقع شده است و راه رو گم کرده از دنبال کتانی رفته که معصوم نیستن فذاکه اثبت و فی دینی من الجبال الرواسی این چنین آدمی که به توفیق الهی عقل و شرع را و نبوت و انبیا و تمسک معصوم رو زیر پا نذاشته این در دین خود آنچنان محکم است که از کوه های محکم و بلند چیه این محکمتر خواهد بود و من اراد الله تعالی خذلانه و ان یکون دینه و معارن مستودعا ولی کسی را که خدا میخواسته خارش کنه به این که پاروی عقلش گذاشته و شریعت و انبیا را بیتوجهی کرده و دینش نتیجتا معار باشه مستودع باشه ای باشه و فردا دینش برگرده نعوذ بالله من که ما به خدا پناه میبریم از چنین خذلانی سبب له اسباب استحسان این انبیا را رها میکنه میبینه به اسبابی گرفتار میشود که چه اسبابی که خدا برای گمراهان قرار داده برای منکران قرار داده برای منافقان قرار داده که اسباب استحسانه میان دنبال رأی و نظرهای خودشون هرچی به نظرشون اومد و هرچی خودشون خوب دونستن و تقلید و تعویل من غیر علم بسیره اینا میرن دنبال تقلید و پیروی و تعویل مطالب بدون علم و بصیرت کسانی که حجت از طرف خدا نیستند به جای اینکه بیان حجت خدا را تقلید کنند و عالمی رو تقلید کنند که از طرف خدا براشون حرف میاره و از طریق اهل بیت براشون تفقه میکنه میرن دنبال کسانی که طریق غیر معصوم را رفته اند. فذاک فی المشیه ان شاء الله تبارک و تعالی اتم ایمانه و ان شاء الله سلبه حالا چون این شخصی هر لحظه مورده مشیت خدا هست ممکنه باز خدای تبارک و تعالی به علل و اسبابی به یک مثلا نیت خیری به کار خوبی که انجام میده بیاد او رو نجاتش بده ایمانش رو تمام کنه و اگرم نه دید نه ارزش نداره قابلیت نداره و در نفاق خودش در کفر خودش در لجاجت خودش اصرار و پافشاری داره سلب ایمان از او میشود و بیدین از دنیا میرود ولا یؤمن علیه ان یصبح مؤمنا و, و یمسی کافران. دیگه در امان نیست از این که صبح مؤمن بوده شب کافر شده باشد دینش از دست داده باشد و همینجور که اینشون که ما زمان خودشون رو میگن ایشون که مال زمان خودشون رو میگن و این در زمان ما که به شدت دیگه میبینیم مردم دین و رها کردن و علمای به حق رها کردن روی جهل و جهالت و زرق و برق دنیا دنبال جهالت میرن و چه بسیار صبح دین دارن شب دین ندارن و همه چیز رو زیر پا میگذارن او یوم مومنن و یصبح کافرن یا اینکه شب که به خونه میره مؤمن باشه صبح که از خونه بیرون میاد کافر باشه تا نصف شب با این فضای مجازی و با این بی اطلاعی هایی که ما داریم از اون طرف هم دشمن با انواع تزویر و کلک و دروغ و تبلیغات میاد و انسان رو تو خونهش هم چیه؟ بیدینش میکنن لانه کل ما رعا کبیرن من الکبرا مالمعه ما. چرا؟ چون این آدم پای و اساسی که نداره مطالب یقینی و عقلی و برانی خودش یاد نگرفته تا یه نفر میبینه که معروف شده مشهور شده نمیدونم یک چهره پیدا کرده میره دنبال او میل به او پیدا میکنه و کل ما را شیعا استحسن ظاهره ظاهره قبل او هر وقت چیزی رو میبینه که ظاهرش رو میپسنده قبولش میکنه و قال العالم علیه السلام در حالی که امام معصوم فرمودند ان الله عز وجل خلق النبیین علی النبوه فلا یکونون الا انبیا خدای تبارک و تعالی انبیا را بر نبوت خلق فرموده لذا جز پیغمبر نخواهند بود در مقدمه دعای ندبه هم میخونید که خدمت شما عرض شود که خدای تبارک و تعالی بله شرط علیهم و زود فی درجات آز دنیا دنیه فشرتو خدا شرط کرد به اینا که شما باید اهل تقوا باشید و اینا پذیرفتند فشرتو لک ذالک و علم تمین و الوفاء به اینا هم شرط و قبول کردن خدا میدونست که راست میگن لذا اینا انبیا قرار داده شدن و خلق شو علی الوصیه بعد خدا اینا از اوسیا را هم, هم یه امتحان کرد بعد دیگه علم لازم برای امامت و نبوت و اینها رو بهشون داد فضایل کمالات رو داد چون میدونست که اینها به تقوای الهی عمل میکنن بر خلاف ما که اگه میگفتیم باشه ما دوباره شیطان نمیریم خدا میدونست که ما عهد رو میشکنیم فلا یکونون الا اوسیا و اعار قوما ایمانا فان شاء تمم مولا ولی عده دیگه ایمانشون چیه آریتی است غیر انبیا و معصومان علیه السلام اگر خدا بخواهد و طرف لجاجت نداشته باشه خدا ایمانشو براش چیه؟ تمام میکنه و انشاء شاعه ایا ولی اگر اهل لجاجت بود و زیر بار انبیا نرفت و انکار آیات الهی کرد این رو خدا ایمان رده سلط میکنه به ایمان از دنیا میرود قال و فیهم جرا قولو فمستقرون و مستودعان فرمودن و این آیه درباره همیناست که بعضی ایمان ها مستقر است و دائمی و بعضی مستودع است و آریتی و از بین خواهد رفت. و ذکرت ان امورا قد اشکلت علیه برادرم تو گفتی که یک اموری هست که بر تو مشکل شده گید شدی توش مندی مبهم شده نمیدونی چیکار کنی لا تعرف حقایقها ها حقیقتش رو نمیشناسی چرا لختلاف روایت فیها لا تعرف حقایقها ها لختلاف روایت فیها و اموری بر تو مشکل شده که حقیقتش رو نمیدانی چون روایات مختلفن، یکی مثلا میگه واجبه یکی میگه حرامه یکی میگه مطلق یکی تغییرش میکنه و امثال اینا و انک تعلم ان اختلاف ها لاختلاف عللها و اسبابها البته این رو بدان و میدانی و باید بدانی که اختلاف روایات عللی دارد اسبابی دارد که انک و انک لا تجد و به حضرت که من تذاکر و و از اون طرف هم یک عالمی که نزد او بره یا با او صحبت بکنی و سخنگویی و خدمت مشورت و تذاکر داشته باشید پیدا نمی کنی که مورد اطمینانت باشی من تثق به علمه فیها که چیه؟ که مورد اطمینانت باشه از جهت علمش و قلت انک تحب ان یکون عندك کتاب کافن به بله یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین و از اون طرف هم گفتی دوست داری کتابی باشد که کافی باشد و جمع کرده باشد در خود جمیع فنون علم دین را معارف و توحید و نمیدونم احکام اینا را همه داشته باشه ما یک تفیبل متعلم به گونه ای که کسی که میخواد تعلم داشته باشه مطلب رو یاد بگیره به این اکتفا کند و یرجع الیهل مسترشد به کسی که دنبال رشد و هدایته به این کتاب رجوع کند و یعخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالآثار صحیحت عن علیه السلام و از این کتاب بگیرد کسی که علم دین را میخواد و عمل به اون میخواد بکند چیه؟ بگیرد از آن مطلبش را با آثاری که صحیح باشد از امامان صادق و معصوم صلوات الله علیه مجمعین و سنن القائمت التي علیه العمل و همچنین سنت هایی که قائم باشد عمل بر اونها و مورد عمل واقع بشه و در این کتاب وجود داشته باشه و به ها یعدا فرض الله عز و جل و سنت و نبیهی صلی الله علیه و آله تا بر اساس این کتاب ادا شود واجبات الهی و سنن نبوی صلی الله علیه و آله و قلت و همچنین گفتی لو کان ذلک رجوت ان یکون ذالک سبا یتدار کلا تعالی به معونتی و توفیقی اخواننا و اهل ملتنا و یقبل بهم اله مراشد و قلت و همچنین گفتی که لو کان ذالک اگر چون این کتابی باشه رجوت ان یکون ذالک سببا این دیگه امید داره که این خودش سببی شود که چیه که خدای تبارک و تعالی یتدارک الله تعالی به معونت و توفیقی اخواننا و اهل ملتنا خدای تبارک و تعالی تدارک کند به معونت خودش و توفیق خودش برادران ما و اهل ملت ما را و یقبل بهم الی مراشدهم و دوستان و برادران شیعه ما را به سوی راه های رشد هدایتشان چیه راهنمایی کند و به اون طرف بکشاند فعلم یا اخی بنو اين بدون اي برادر من ارشدك الله وصلى الله على محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد